بنجاره های گیرای موی خورجین بنجاله. شنونده های عزیز سلام، برنامه خورجین بنجاره را مشنوین. اوف که تو هیچ گفه نمیفهمی. خوب است کمی تو میفهمی. یک دقیقه در پالی چشتو مقه ناز کردی؟ این صدای ندیمه و مقصود بود. ای که چرا خول مغال داشتن در ادامه برنامه خود فهمیدیم. اما یادتان باشه که بنجاره والا گپایی جالب دوگام مثل فکاهی و چیستان امروز در خورجینش داره. امروز چطور خونکم ندیمه خون الو. آه مقصود بیا در این یفتوک بشینیم. الو شکت اینجا خوب در نزدیک تو بشینم اینک گرم شو. الو من خوب بخاری نیستم. خیره دم شمال خو میگیری. الو چی بلاستی مقصود؟ روی تا او طرف بگی کل هوای دانه دری مباد شد. که باید شد چی؟ هوای دانم خود چطل نیست؟ اوف که تو هیچ گپه نمیفهمی. خوب است کمی تو میفهمی. یک تا قدر پالی چشتو مقه ناز کردی؟ اوشتکا چی خوب پیتوا پیدا کردین؟ باز چرا غالمغال دارین؟ سلام بنجاره والا، خوب شد که آمدی. وعلیکم سلام، چی گپ هست؟ او برده نو برده بنجاره والا، من در این یفته وقت ششته بودم که یک دقیقه گرم شوم. باز مقصود آمد در پالویم شیشت. خو خیره دگه، بیادرکت هست بان که او هم دفته و گرم شوه. بنجاره والا راست میگه، فقط خوردومت. بنجاره والا گب در شیشتنش نیست، گب در ای است که پالویم زلفه کد و کل اوای دانش سر دست روی مکالایم باد شد. حالا گپ ها فهمیدم. خی چطور میکدم؟ که تو ندیمه گپ میزنم که سلفه مامد. باز ما مامد تو سلفه کدم. دیگه گناخو نکدیم. اوخی تو از که تو اصلا نمیفهمی که کتی کارت چقدر مشکلات دیگه را پیدا میتونی. سلفه دیگه چی مشکل پیدا میکنه بنجاره والا؟ تو باش که آینک های جادویی ما بکشم باز ببینین که در سلفه چی چیز است. تو باش که از خورجین بکشمش. ای نه ما بگیریم یا اینا کارا بپوشین؟ مرا بنجاره والا اینا پوشیدیم. آفرین. خب مقصود جان این حال روی تا طرف هفته و بیگه و سلفه کن بیبی که از دانه چی باد میشه. باش که سلفه کنم. بیبی مقصود الا از دانه چی چیزا در هوا باد شد؟ الا چیزکای خورد خورد کلوله کلوله سن مثل از این که دست پای داشته باشن. سایکو چو تو هر طرف میرن او نه چشمم دارن. الو ما بگه بنجاره والا یا اینه کار. الو چی شد مقصود جان؟ چرا تا رنگه که دگه رقم شد؟ چی چیزهایی بود؟ امی اوای دانه مقصود فکر میکردی کل چیزکای زنده استن. بیخی ترسیدم بنجاره والا ایده دانم چی بود که سلفه کدم دوا باد شد. خو برده رو برده او میکروبا بودن که بدون آینکای جادویی دیده نمیشن. اوه این میکروبا ددان مقصود چی میکنن؟ میکروب امکان داره که ددان هر کس باشه. این حال وقتی که سلفه میکنیم اگر روی ماسون دگه کس باشه بازون میکروبا از یک نفر در جان دگه نفر میره و او را مریض میسازه. حالا فهمیدم که چرا میگی وقتی که سلفه میکنم روی طرف کس نباشه. آفرین شاباست که اصل گپ ها فهمیدی. به نظرم اگر یک کمی دور باشیم باز خوب است که هوای دانه ما تا نفر دیگه نرسن. من میگم آفرینت ندیمه دخترم شاباست. بنجاره والا سلفه خو خبر نمیکنه. یک دفعه میایا آدم شروع میکنه تو خو وقت نمیمونه که دور بریم. باز چطور کنیم؟ آسان ترین رایش همیست که آستین آرنج دست ما را اینه تا سعی کنیم پیش دان خود بگیریم و بعد از او سلفه کنیم. اینه تا براستی هم که دیگه هوای دانه ما دور باد نمیشن. بخی فهمیدم ندیم خورک ببخشی. من میگم ایوالایتان شاباست آفرین این حال دیگه بی لایق جایزه هستین. باش که جایزه تانم از خورجین براتان بکشم. اینی یک دانه دستمال دست دوزی هم توفیه تان که اگه سلفه کدین میشه ای دستمال هم پیش دان و بینی تان بگیرین و سلفه کنین. خیر ببینی بنجاره والا ای گپا رو بدگه بچه هم میگم.
من به کلا خورخندای میگم. بخیر باشین. ما دیگه رفتم سونه کوچای دیگه. بخیر بری پنجره والا. اوه. استفان کنه کجا هتف. خیر مسی بیا داره. دوستای ما هم خونه خورده. کم دگان باید جمع کنیم گوز بسر. ما دگه نمیدونم اوف. برنسی هم دوستای ما هم زیاد خونه خورده. اوهو اوهو. چی آدم ها که برفی خوبش جور کده این. مگم سرخو نداره. سلام بنجاره والا. چطور آمدی که ماهیش نفهمیدیم؟ وعلیکم سلام. شما خو مصروف بودین. خویی را بگوین که ای آدمک برفی چرا سر نداره؟ بنجاره والا بیخی دستای ما را یخ برده. عاطفه راست میگه. دیگه هیچ برف در دستم گرفته نمیتونم. خیال ما براتون یک چیستان میگم. اگه جوابش فهمیدین بازت تا یک جایزه براتون بودم که دستایتون هیچ خنک نخوره. زود بگو بنجاره والا. چیستان تو هست که میگه چیستان چیست که پنج انگشت داره؟ اما دست و پای نیست. چیستان چیست که پنج انگشت داره اما دست و پای نیست؟ به نظر من پای کفتر است. خب برده رو برده. گفتم دست و پای نیست. باش تو باش. یافتم بنجاره والا. بکش جایزه را. شوخی از شوخی که کتشگاهی گنده من باد میکنن. خب برده رو برده. شوخی هم نیست. خیکم نشانی دیگهشم خوب بگو بنجاره والا. چیستان چیست که پنج انگشت داره اما دست و پای نیست؟ نشانی شامی که پوشیده میشه. ایده که خودم یافتم دستکش از دستکش. ای والایت من میگم آفرین که پیداش کردی خودش هست. اینه باش که من خورجین اواز کنم. اینه تو باش که از خورجین بکشمش. اینه یک جوره دستکش از تو و اینی یک جوره دستکشم از عاطفه جان. ما بگیرین. اوه که چقدر خوبش است. باش که همیالا بپوشمش. باش که من دستکشه را بپوشم. اینه. خیلی باشین که من برتون یک فکایی توفه بتون بنجاره والا. اوه چشم ما روشد. الا بگو دگه. میگن یک نفر که تکالا خدا در جوی انداخته بود و ملاقک میزد. رفیقش از دور آمد و گفتش که چی میکنی؟ اون نفر گفت کالای من میشویم. رفیقش گفت خب برو در تشت کالاشویی بشوی. این نفر گفت ما وقتی کالای در تشت جای نمیشم. بسیار خوبش بود آفرین. تا که دفعه دیگه ما میایم امی فکایی و چستان به دیگه دوستکایتان هم بگوین و یگان فکایی ها و چستان های نو دیگه پیدا کنین. بکنش هم بگیم. آفرین. اما دیگه میرم سون کوچای دیگه که اشتاکا منتظرم هستن. بخیر بری بنجاره والا. با امان خدا. مدسرون بنجاره والا آمد. آج امیله بدو که پیشش بریم. ندوین ندوین که خدای ناکده نفتین. سلام علیکم بنجاره والا. و علیکم سلام. بنجاره والا پریگه که بلتلایی کجاست که دامه قصه را بگویه؟ اول خو شما بخش گذشته قصه را بگوین انشالله پیدا میشه. اینه من میگم نایید سامانای بازی دیگه دختره و بچه را به اجازه گرفته بود در خانه گودیگکای خدا ورده بود. باز در کنجولی تنها شیشته بود. سامانای بازی زیاد جمع کرده بود. مگم تنها حیران مانده بود که کتیکی ساتیری کنه. باز بچه و دختره پشت دروازه شان آمده بودن که سامانای بازی شانه که نایید به اجازه گرفته بود پس از پیش نایید بگیرن. اینه بخش گذشته قصه را گفتیم. بگو دیگه که پریگت کجاست که دیگه قصه را بر ما بگویه. اینه اینجا سر درخت بالای سرتان هستم. باش که پایین بیایم. اینه اوهو پریگک سلام مانده نباشی. جور باشی دوستا. بگو دیگه پریگک بلتلایی که دیگه چی شد؟ ایتو شد که ناهید حیران مانده بود که چی کنه. چون مادرش از اینکه ناهید سامانای بازی دیگه اشتکاره بدون اجازه آورده بود خبر نداشت. ناهید ترسیده بود که اگر دروازه را باز کنه خوبه بچه اکا و دخترکا چی جواب بده و اگر دروازه را باز نکنه مادرش میایه و از کل گپو خبر میشه. الو خدا جان چطور کنم؟ یک را بیرون بیا کارت نداریم کتت گپ میزنیم.
مجبور استم دروازه رو باز کنم. ای نه، صبر کنید میایم. چی گپ است؟ چرا پشت خانه ما آمدین؟ نایید، دیروز چطور وقتی که ما و نجلا پشت گلمچه رفتیم، تو پس آمدیم گودیگه که طلای مرا از گودی بازی گرفته و رفته بودی. آه، نسیمه راست میگه. باز چطور مترک به جوره مرا گفتی بته که یک دفعه بود آنام، اما تو رفتی که رفتی دیگه، هیچ پس نامدی. میفهمم که توپک سرخ مرام تو گرفتی، حالا دیگه زود چو بیارش. چی من نگرفتیم، خبر ندارم. پس پک سرایا خوارمام گم شده، حتما تو گرفتی، برو بیارش دیگه. برو، هر چیزتان که گم شده سرمه میکنیم. نایید، نا خود اومد نمیکنیم، راست میگیم. گودیگه که مرا خود در روز روشن گرفتی، غیر از تو خود کس دیگه در کوچام نبود. راست میگم، ما و نسیمه گفتیم پیش گودی بشیم و پس میاییم. تا که پس آمدیم خودتام نبودی، گودی هم نبود. من نگرفتیم وی، من چی خبر که گودی یکتان چی شد؟ برین بونین، من خبر ندارم. مترک مرا خو گرفتی، بگو نگرفتی؟ اما تو بابا نگفتی بود اونا، کمه که پیش رفتی باز گریختی. شام بود، اگنی از پشتت می آمدم. الا برو، سامانای بازی ما را بیار نایید. گفتم پیش من نیست، من سامانای بازی تو نگرفتیم نجیب. سعی کن نایید، اگه سامانای بازی ما را نبیاری، مجبور میشیم پدرت صدا کنیم. آه، نسیمه راست میگه، باز کل گپا را برش میگه که چطور به اجازه سامانای بازی ما را گرفتی و پیش خود قید کردی؟ پدرم خود خانه نیست، مادرت خو است. باش خیال من مادرت صدا کنم. خاله منه و خاله منه. پریگک اگه مادر نوحید خبر شوه چی خواد کرد؟ نایت سامانای بازی بچه و دخترهای دیگه را پس خود داد یا نی؟ سری دیگه شما فکر کنین. آه، یادتان نره که ای بخش قصه رام بردگه دوستکایتان هم بگوین و همون تو دیگه قصه را از رونا بشنوین. خود دیگه، ما دیگه میرم. ما دیگه رفتم، خدا حافظ. بخیر برین، پناهتان به خدا. شنوندای عزیز، برنامه خورجین بنجاره را میشنیدین که عبدالصبور جانباز در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتون نوشته و جور کرده بود. جهان ما آینده